زنان و مردان شریف ایران زمین، درود بر شما. در خدمت شما هستیم با یک موضوع مهم و تحلیلی. ظریف زخمی شد. جنگ کفتاران جمهوری اسلامی وسط سیرک نظام. قبل از هر چیز ببینید میزان فهم اطلاعاتی نامزدهای بی‌سواد و فاسد نظام ولایی را. یه بخشی رو من فراموش کردم و اون هم رایگان کردن خانم‌های باردار هست و پدر بزرگا و مادر بزرگا و افراد زیر 7 سال که کسی رو میخوایم که تجربه داشته باشه، در سطح ملی کار کرده باشه، که سیستم های کهنه و قدیمی رو به روز کرده باشه. کسی رو میخوایم که شرکت واحد کهنه رو تبدیل به بی‌آر‌تی کرده باشه، پلیس های گشت زن تو شهر رو تبدیل به پلیس 110 و سیستم چی بود اسمشون زحمتی که کشیدین پلیس به اضافه 10 در خدمات. تلفن میزنن میره پلیس میره سر 110 20 دقیقه. با 110 تو استخ کنار هم که زن با دخترش، مرد با شوهر با یک ماشین بیان برن استخ. پیش از مشروع این اخبار از شما یاران کانال میخواهیم همین الان ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. ما به جز شما حامی دیگری نداریم. ظریف زخمی شد. جنگ کفتاران جمهوری اسلامی وسط سیرک نظام. بر اساس اخبار رسیده و نیز ویدیوهای منتشر شده، روز گذشته عده‌ای به ستاد پزشکیان حمله کرده و با تیم او درگیر شدند. ظریف که از این حمله به شدت عصبانی شده بود، رسماً وارد درگیری فیزیکی شد و با مشت و لگد به طرف مقابل حمله کرد. با وجود دخالت محافظان و ورود پلیس به محل، ظریف مورد ضرب و شتم ولایت مداران قرار گرفت و با صورتی زخمی راهی بیمارستان شد. بنابر گزارش خبرگزاری های ایران، شامگاه 1 تیر ماه سخنرانی انتخاباتی محمد جواد ظریف، حامی پزشکیان در حسینیه 40 تن کاشان، با حمله نیروهای تندرو به آشوب و زد و خورد کشیده شد. محمد جواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه که به عنوان حامی مسعود پزشکیان به کاشان رفته بود، در سخنرانی خود با تکرار سخنان پیشین خود و حمله به احمدی نژاد گفت فرق می‌کند. دروغ می‌گویید اگر می‌گویید طرفدار شهید رئیسی هستید. دروغ می‌گویید اگر می‌گویید طرفدار شهید امیرعبدالله هستید. مطالبه دعوا نکنید، بذارید شخصیتتون نشون بدن. دوستان دعوا نکنید بذارید شخصیتتون نشون بدن. بذارید نشون بدن مخالف رهبریم. بذارید نشون بدن مخالف شهید رئیسی هستند این پرچمش خیانته. ببر بالا. به شما دروغ گفتن که دولت روحانی واکسن نیاورد. فراموش نکردید که آقایان مانع میشدن، میگفتن ما واکسن داخلی تولید میکنیم و وقتی ما دولت را ترک کردیم 120 میلیون دوز واکسن آورده بودیم. آخه مگه واکسن خمره رنگ رزی است که 1 هفته بعد از خروج ما از وزارت خارجه میلیون ها دوز واکسن وارد شود. شما نمیدانید چه خون دلی خوردیم، چه سختی ها کشیدیم، چه بدبختی ها کشیدیم تا این واکسن ها رو وارد کشور کردیم. واکسن هایی که کسانی که میخواستن با خون شما ارتزاق کنن اجازه ورودش را نمیدادن. دوستان خودتون تو جبهه پایداری گفتند، سردار سلیمانی گفت اگر جلیلی رئیس جمهور بشود من 1 روز نمیمانم. شما همه مخالفینتان را در این کشور خفه کرده اید.
به اسم شهدا، به اسم شهید سلیمانی. آیا صحبت های شهید سلیمانی رو نشنیدید که گفت اینها اون دختر بعد حجاب هم دختر منه؟ نشنیدید؟ چرا تو سرش باتوم زدید؟ شما میراثدار سلیمانی نیست. به خون شهدا، با خون شهدا کاسبی نکنید. مردم ایران، اگر میخواهید این اقلیت پرگو به خانه هایشان برگردند، جمعه بیایید بیرون از خونه هاتون. ما انتخاباتی پرشور سالم میخواهیم. ما انتخابات اقلیت نمیخواهیم. ما برخلاف اقلیت پرگو دنبال این نیستیم که قوغا سالاری کنیم، دنبال این نیستیم که سر و صدا کنیم، دنبال این نیستیم که صدای مخالف رو خفه کنیم، دنبال این هستیم که مخالف بتواند سخن بگوید. او در سخنانی با اشاره به جریان فعلی حاکم گفت: گروهی میخواهند ما فراموش کنیم این آقایان میراثدار احمدی نژاد هستند. آنها میخواهند فراموش کنیم تحریم ها را اینها بر سر ما آوردند. آنها میخواهند فراموش کنیم این تحریم ها حاصل 8 سال دوره روحانی نیست. تحریم ها نتیجه 8 سال نکبت احمدی نژاد است. پس از این سخنان جمعی از نیروهای تندرو مخالف ظریف با ایجاد تنش و سردادن شعار علیه ظریف با حامیان او که سالن را پر کرده بودند درگیر شدند. آنها علیه ظریف شعار دروغگو دروغگو سردادند. در فیلم‌های منتشر شده اصرار ظریف بر حضور این افراد در سالن است و می‌گوید بمانید، ما مثل شما نیستیم که اقلیتی با چوب بر سر اکثریت بکوبد. ما در کشور درست مثل این جلسه اکثریتی هستیم که به شما اجازه حضور در جامعه را می دهیم. ظریف در جواب شعار دروغگو می گوید، می گویید دروغگو، دروغگو شما اید، شرمتان باشد. دروغ می گویید اگر می گویید طرفدار رهبری و شهید رئیسی هستید. شرمتان با دروغ میگویید اگر میگویید طرفدار رهبری هستید، دروغ میگویید اگر میگویید طرفدار شهید رئیسی هستید، دروغ میگویید اگر میگویید طرفدار شهید امیرعبدالله هستید. ما فقط دعوا نکنید، بذارید شخصیتتون نشون بدن. دوستان دعوا نکنید، دوستان دعوا نکنید، بذارید شخصیتتون نشون بدن، بذارید نشون بدن مخالف رهبری هستید، نشون بدن مخالف شهید رئیسی هستند، بذارید نشون بدن مخالف شهید امیرعبداللهیان هستند، بذارید نشون بدن میراث خواره کسانی هستند که مملکت رو به این روز کشیدن. دوستان بذارید پرچمش رو ببره بالا، بذارید پرچمش رو ببره بالا، این پرچم خیانت ببر بالا. ظریف ادامه داد: شجاعت در تصمیم گیری و در هزینه کردن از خود درست است. شجاعت در هزینه کردن از جیب مردم درست نیست. مردم ما مستحق این هستند که ما در راه آنها قربانی شویم. مردم ما مستحق این نیستند که قربانی مطامع حزبی و سیاسی ما شوند. مردم ما شهید دادند که با گوشت 700 هزار تومانی زندگی کنند. با ادامه درگیری ظریف میگوید ما برخلاف اقلیت پررو دنبال قوغا سالاری نیستیم و به دنبال خفه کردن صدای مخالف هم نیستیم. دنبال این هستیم که مخالف سخن بگوید. شما به اسم شهدا صدای مخالفانتان را خفه کرده اید. آیا صحبت‌های شهید سلیمانی را نشنیده اید که گفت دختران بدحجاب دختران من هستند؟ آیا نشنیدید؟ چرا توی سرش باتوم زدید؟ با خون شهدا کاسبی نکنید. ما طلبی از مردم نداریم، این مردم هستند که از ما طلبکار هستند. دکتر پزشکیان انسان سالمی است، شورای نگهبان او را تایید کرده است.
دکتر پزشکیان نهاده دامی و چای دبش در حسابش نیست و در حساب خانوادهش هم نیست. وی افسود دو قطبی سازی به ضرر روند رای گیری است. من به دنبال دو قطبی سازی نیستم، بلکه به دنبال فرستادن مردم پای صندوق رای هستم. رفتن مردم پای صندوق رای قدرت مردم را افزایش می دهد تا بتوانند در برابر ابرقدرت ها ایستادگی کنند و کسی جرأت نکند ایران را تحریم کند. یک هفته مانده به 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری، 6 نامزد انتخابات به جای رقابت در حال نبرد با یکدیگر هستند و صحنه مناظره ها و اظهارات آنها عمق شکاف ها در ساختار جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است. مسعود پزشکیان نامزد اصلاح طلب نیز اعتراف کرده آغوش ستادش باز است تا رأی مردم را جمع کند، اما اگر پیروز شد در خط علی خامنه ای حرکت خواهد کرد. شامگاه پنجشنبه 31 خرداد ماه دومین دور از مناظره های نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و صحنه دیگری از درگیری عمیق میان چهره ها و جریانات درون حکومت نمایان شد. افرادی که برای رسیدن به قدرت ابزار تخریب را به کار گرفته و حتی در پی حفظ آبروی نداشته نظامشان هم نیستند. مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلبان در کمال وقاحت در مقابل دوربین و در برنامه زنده گفت هر کسی به ستاد من بیاید میپذیرم، چون میخواهم رأی بگیرم. وی افزود هیچ برنامه ویژه‌ای برای اداره کشور جز سیاست‌های کلی خامنه‌ای ندارد. اصلاح طلبان در حالی ربع قرن با زاویه نشان دادن با مواضع علی خامنه‌ای تلاش کردند او را مشکل کشورداری جمهوری اسلامی نشان داده و پایگاه اجتماعی کسب کنند که مسعود پزشکیان در این دوره از انتخابات به طور کامل خود را مطیع و گوش به فرمان علی خامنه‌ای نشان می‌دهد. همین رویه پزشکیان سبب انتقاد برخی هواداران و تحلیلگران اصلاح طلبان در داخل و البته خارج از ایران شده است. دیگر نامزدهای انتخاباتی که از جریان اصولگرا هستند برخلاف پزشکیان از کارت رهبر برای تبلیغات خود استفاده نکردند و همین موضوع موقعیت مسعود پزشکیان را به عنوان یک نامزد اصلاح طلب بیش از آنها تضعیف کرده است. این همه در حالی است که به طور کلی میان نامزدهای انتخابات بیش از آن که رقابت در جریان باشد کینه ورزی و لجبازی و تخریب و دعوا برقرار است. مناظره تلویزیونی شب گذشته بار دیگر صحنه درگیری و حملات تند کلامی کاندیداهای مورد اعتماد و وثوق علی خامنه ای با یکدیگر شد. حجاب اجباری و سرکوب زنان ایرانی از موضوعاتی که کاندیداهای انتخابات تلاش دارند نسبت خود را با آن تعیین کنند. اعتراضات و تفاوت آن با اغتشاشات، حجاب اسلامی، سبک زندگی اسلامی، جوانان و ازدواج، مهدهای کودک ارزان و سقط جنین محورهای سوالاتی است که توسط کارشناسان صدا و سیما از 6 نامزد پرسیده شده است. مصطفی پور محمدی در آغاز مناظره سوم در پاسخ به سوالاتی درباره سبک زندگی خانواده و حجاب با اشاره به نقش جدی زنان در انقلاب 1357 و جنگ با عراق گفت عده‌ای جای زبان اعتماد و رضایت را با زبان تهدید و باتوم اشتباه گرفتند و جوابشان هم فحش و ناسزاست. مصطفی پور محمدی با اشاره به نقش‌های امنیتی خود گفت من که در خشن‌ترین نقش‌ها مجبور بودم اشد علی الکفار باشم، میگویم باید در برابر زنان خاکسار باشیم. باقر قالیباف نیز در نوبت خود تاکید کرد که برابری جنسیتی را قبول نداریم اما دنبال عدالت جنسیتی هستیم. قالیباف گفت بار مواجهه با مشکلات اقتصادی در خانواده‌ها بر دوش زنان و مادران است. او وعده داد که در دولتش زنان مقابل دوراهی کار در خانه یا اشتغال در بیرون از خانه قرار نگیرند. مسعود پزشکیان در بخش اول سومین مناظره انتخاباتی که با موضوع زنان است گفت در خیابان‌ها برخوردهایی در خصوص زنان وجود دارد. وقتی هم اعتراض می‌کنیم برایمان پرونده سازی می‌کنند. وی در ادامه با اشاره تلویحی به ادعاهای پور محمدی و قالیباف درباره اهمیت زنان در جامعه گفت اینجور که می‌گویید باید اوضاع زنان خیلی بهتر می بود. پزشکیان ادامه داد برخورد ما با زنان در خیابانها درست نیست. باقر قالیباف، مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان در اظهارات خود تصریحاً و تلویحاً از فیلترینگ اینترنت در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی دفاع کرده و آن را اقدامی ضروری دانستند. محمد باقر قالیباف مدعی شد که در سال 1401 نظام با تهدید امنیتی روبرو شده و در این شرایط قطع اینترنت ضروری بود. وی در این حال گفت با موضوع فیلترینگ مخالف است چون خطرات و فساد زیادی به دنبال خواهد داشت. مصطفی پور محمدی نیز در اظهاراتش گفت
فیلترینگ در مقطعی کار درست و قابل دفاعی بود، اما استمرار آن نگران کننده است. وی افزود محدودیت در اینترنت باعث شده است مافیای وی پی ان به وجود بیاید که هم مخاطره امنیت و هم محدودیت در سرعت ایجاد می کند. پور محمدی به موضوع پیام رسانها نیز اشاره کرد و گفت خواستیم با یک کشور شرقی شراکت کنیم و یک پیام رسان قوی درست کنیم، اما این اتفاق نیفتاد و ما فرصتها را از دست داده ایم و امروز با یک سری مشکلات جدی از فیلترینگ و غیره مواجه هستیم. مسعود پزشکیان نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان در مناظره نامزدهای انتخابات با استفاده از عبارت مداخله حکومت در دسترسی مردم به اینترنت از قطع آن در زمان بحران در کشور دفاع کرد. او گفت وقتی در بحران خاصی لازم است مداخله شود، مداخله خواهم کرد. وی در عین حال گفت اگر به ریاست جمهوری برسم، قطع و یقین این روند فیلترینگ که زندگی مردم را متاثر کرده و مردم را عصبانی می کند تغییر خواهم داد. این چه روندی است که مردم را مجبور می کنیم 200,000 تومان پول فیلتر شکن بدهند در حالی که قبض تلفنشان 50,000 تومان است؟ نداره، ولی ناراحت نشید، جواب خدا رو بدید. من میگم دروغ نگید، جواب خدا رو بدید. میمونی دیگه. بله، تا آخر میمونی دیگه. حتما خلی. حتما حتما میمونم، ولی میذارم شما رئیس جمهور شید به لطف خدا و انشالله اگه مردم انتخاب بکنن رئیس جمهور خواهم شد. کاملا آمادم خدای روحانی دیگری که اسباب شرایط اسفناک امروز رو ایجاد کرده بتوانیم باشون مناظره کنیم، صحبت کنیم، گفتگو کنیم و برای مردم معلوم بشه که وضع موجود حاصل کار چه کسانی است. این مجادله پس از استراحت کاندیداها و در بخش دوم مناظره نیز ادامه پیدا کرد و پزشکیان در واکنش به اظهارات زاکانی گفت این که آقای زاکانی گفته نمیگذارم شما رئیس جمهور شوید نشان میدهد یا جای خدا نشسته است یا جای مردم. یاران و همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری تحلیلی از آوای ایران رسیدیم. روز و روزگار بر همگی خوش، پاینده ایران.